یه اتفاقی افتاد که حتما مزدکم میشناسه، آقای عبدالله بولود، یکی از کسایی که از زمانی که ما فوتبال بازی میکردیم تا الان همه فوتبالیستایی که در سینما آزادی بازی میکنن خوبی مردم میشناسن، که مسئله هماهنگی در واقع دوربینا و صدا سیماست. من متاسفانه خبردار شدم چند روز پیش، پسر جوون شد دست داد، بسیار بسیار ناراحت شدم و تشکر میگم به ایشون، امیدوارم که خدا بهش صبر بده. اما در مورد داربی فکر میکنم که بزرگترین حسی که برای هر فوتبالیست تو ایران هست اینه که بتونه در داربی شهر تهران بازی کنه. من یادم میاد اولین داربی که بازی سال 73 بود و واقعا نمیدونستم قراره کجا بریم و چه فوتبالی رو قراره خرج بریم جلو پرسپولیس بازی کنیم. تو استوانی بود که خیلی خوب بریم جلو پرسپولیس بازی میکنیم. اما نکته ای که واقعا فراموش نمیکنم این بود که ما بعد از 6 سال قرار بود استقلال و پرسپولیس توی آزادی با هم بازی کنم. من یادم میاد ما سوار اتوبوس اومدیم جلوی اون در واقع اون تونلی که هم تو میدونی کجاست، هم مزدک میدونی اونجا. قبلا اینجوری بود که اونجا ماشین رو پارک میکردن، نمیذاشتن ماشین بیاد تو خود آزادی، توی در واقع جلوی زمین. اونجا ما پیاده میشینیم و پیاده میومدیم میرفتیم تو رخه. من یادم میاد وقتی با ادمون بودم، اون دختر بودم، از ماشین اتوبوس پیاده شدیم، من یک زمزمه خیلی آرومی میشنیدم و واقعا نمیدونستم داریم وقت قدم توی جهنم میذاریم. واقعا همینجوری که میومدیم زمزمه بلندتر میشه، مثلا همینجوری بلند بلند بلند. وقتی رسیدیم کنار زمین، من واقعا میتونم بگم این چیزی که الان داره میبینیم، واقعا میتونم بگم جهنم رو دیدم. همون لحظه رو کردم بهت گفتم که خدا به خیر بگذرونه امروز. واقعا خطرناک بود، یعنی واقعا یک جو وحشتناکی بود. هیچ وقت تو تمام این داربیایی که من بازی کردم هیچ وقت اون داربی نمیشه که در نهایت هم که بازی دو هیچ ما عقب افتادیم، دو دو شدیم، بعد در واقع جمعیت ریخت تو زمین و واقعا خیلی خطرناک بود. من همینجا باز داره یه بار دیگه بگم که هر جا آقای اکبر عبدالله است خدا نگهرش داره، چون اگه ایشون نبود من اون بازی موقع جانم از دست بدم، به خاطر کنار زمین وایساده بودم. وقتی دعوا شد جمعیت مثل مور و ملخ کردن تو زمین و من وایساده بودم، اکبر اومد به من گفت پاشو بریم، گفتم چرا، گفت الان دارم میام، گفتم نه بازی، گفت بازی تموم شد. من انداخت رو کوی، چون زانوم مصدوم شده بود نمیتونستم راه برم، من انداخت رو شونه‌هاش و منو واقعا نجات داد. واقعا اون دربی هیچ وقت تو ذهن من فراموش نمیشه، خیلی خیلی صحنه خشن وحشتناک و در عین حال الان که یادم میاد خیلی هم شیرین بود.